سلام مجدد. نکته ای که در گفتگوی این جلسه غافل شدیم از ذکر اون، رابطه نزول و شهود بود و اینکه نزول کی اساسا معتبر و مفهوم خواهد شد. آیا نزول مربوط به همه عالم بشریتی که در یک زمان و در یک لحظه چیزی نازل میشه و نزول واقع میشه به محض اینکه چیزی از عالم مجرد پرواز میکنه، یا اینکه نزول یک امر فردی است و وقتی وارد میشه که دریافت کننده پذیرای او بشه، و آیا فعل نزول احتیاج به دو طرف داره یا احتیاج به یک طرف داره؟ یعنی فقط بایستی که قرآن آیه رو نازل کنه تا نزول انجام بشه، یا باید این تنزیل به وسیله من دریافت بشه تا امر نزول حرکتش به کمال برسه و به نتیجه برسه؟ بحث نسبتاً پیچیده است که در نشستی دیگر دنبال خواهیم کرد. برای این برنامه با محدودیت زمانی که داریم مجبور هستیم بعضی از مطالب رو فهرستبار بیان کنیم تا این سوره مبارکه رو در جای دیگر دو مرتبه بازگشایی کنیم و به مطالبی که فهرستبار بیان شده در اونجا به صورت کامل تر سخن بگوییم. فطرت انسان در ارتباط با نزول صحبت میکنیم که نزول عبارت است از تغییر مفهوم در زعم گیرنده. یک امری مفهوم نبوده ولی بعداً مفهوم میشه، این معنای نزوله. اما نزول با حدوث تفاوت میکنه، در من حادث میشه، فهم در من حادث میشه و برای من تولید میشه، برای من خلق میشه و هدایت در من اثر میکنه. من امروز که مسلمان میشم، امروز قرآن بر من نازل شده. قرآن بر همه افراد نازل نشده، قرآن برای کسانی که از قرآن بی اطلاع هستند نازل نشده. کسانی که با قرآن دشمنی میکنند و حجاب در مقابل چشم اونهاست، قرآن برای اونها نازل نشده. نزول یک طرفه نیست، نزول از یک جایی بایستی ساطع بشه، از یک جایی صادر بشه و از جای دیگری دریافت بشه. یک نوع تعامل هست نزول و باید بین دریافت کننده و بین پرداخت کننده رابطه فهم به وجود بیاد تا بتواند که در این رابطه تفهیمی یک امری مفهوم بشود. و الا از یک طرف اگر که خورشید بتابد و ما در اتاق در بسته باشیم و پنجره و پرده ها همه بسته با مسدود باشد، بودن یا نبودن خورشید از نظر من که در اتاق تاریک هستم بی تفاوت است. بنابراین نزولی انجام نشده. یا وقتی من سر در برف می کنم، سر در گل می کنم و همه جاری گلی و تاریک می بینم، این دلیل بر این نیست که بیرون خورشید وجود داره یا نداره، باشه یا نباشه، نور خورشید نازل نمیشه بر من، بر چشم من نازل نمیشه. چرا؟ چون من سر در گل فرو کردم. امر نزول نوعی تعامل است. فطرت انسان گاه در شب است که در تاریکی است و گاه رو به خورشید است که شاهد طلوع خورشید می شود. روشنایی خورشید خورشید نیست، اما بدون خورشید روشنایی وجود ندارد. وقوع روشنایی و طلوع تحول در خورشید نیست، بلکه تحول و تغییر در موضع شاهد خورشید است. یعنی این زمین که از تاریکی خارج می شود و در منظر زمین اگر زمین چشم می داشت طلوع حاصل می شود، غروب حاصل می شود، اما خورشید در شب و روز در حال تابش است و شبها چراغ خورشید خاموش نمی شود. نهایت امر نزول نور
در ذهن بیننده متوقف می شود، اما تابش یا نزول ادامه دارد. من در برنامه دیگری در این امر مهم بیشتر و کاملتر سخن خواهم گفت، اما بعد از تمام کردن سوره قدر به سراغ سوره دوم قرآن آیه 185 خواهیم رفت که در اونجا باز هم موضوع نزول مطرح میشه و در اونجا نزول قرآن مطرح میشه. در اینجا نزول فرشته مطرحه و این دو با هم دیگه تفاوت داره، و اگر فرشته و قرآن یکی بود، دو اسم مختلف و مخشوش کننده رو قرآن برای این کار استفاده نمی کرد. حتما مفاهیم اینها با هم متفاوته و چنین هم هست، و در مورد اون هم توضیح خواهیم داد و هم اثبات خواهیم کرد که نظریاتی که خلاف این داده شده صحیح به نظر نمی رسه. تنزل و ملائکتو، ملائک فرشتگان یا بازوهای خدا یا اراده خدا یا امر خدا، امر خدا کن، امر به موجودیت خدا نازل می شود به وسیله نیروهایی که خدا نازل می کند، به وسیله امری که خدا نازل می کند. امر خدا خلقت خداست، امر خدا ایجاد خداست، امر خدا هستی بخش است، امر خدا حیات بخش است، امر خدا کلمه است، کلمه هستی است، و یک امر بیشتر وجود ندارد، چون خدا احد است و خدا صمد است. و اگر امر بیش از یک امر می بود، خدا در صمدانیت به خطر می افتاد و فاقد صمدانیت می شد. صمد به معنای مطلق و لایتغیر و بی‌نیاز است، چون تغییر در اثر نیاز به وجود می آید و خدا نیازمند نیست. بنابراین خدا تغییر نمی کند، نه بهتر می شود، نه بدتر می شود، نه بزرگ می شود، نه کوچک می شود، نه ناقصتر می شود، نه کاملتر می شود. همین است که هست و همین طور هم خواهد بود و همیشه همین طور بوده. درباره صمد تصور می کنم که در برنامه های دیگر بسیار سخن گفتم، ولی باز هم شاید کفایت نمی کند. خدا تغییر نمی کند چون صمد غیر قابل تغییر است. بنابراین اگر خدا چند امر می داشت، اگر این امرها همه یکی است که خدا بیهوده می شود و فعل بیهوده کرده است که چند امر مشابه داده است. اگر این امور یکی باشند، خدا بیهوده می شود. اگر این امور متفاوت باشند، خدا صمد نمی شود، چون امروز یک چیز گفته، فردا چیز دیگری گفته و تغییر کرده. وقتی فرمان خدا تغییر میکنه، خود خدا تغییر میکنه. فرمان خدا بخشی از خداست و خدا قابل تغییر نیست. چرا؟ قرآن میگوید که قل، بگو، تأکید میکند، قل بگو که الله احد است. قل هو الله احد. وقتی گفتی، اون وقت دقت کن، بگو الله الصمد. اگر میخواهی خدا رو بشناسی، خدا با دو صفت در صفت فاعلی شناخته میشود، صفت احد و صفت صمد. و در صفت صمد موضوع امور از بین میرود، که خدا امور ندارد که به پروانه بگوید که آقای پروانه شما پر داشته باش،
به شتر بگوید که شما پای دراز داشته باش، یک امر برای پروانه صادر کند، یک امر برای شتر، یک امر برای شغال، یک امر برای پلنگ. این می شود امور. هی به اینها باید بگوید که هستی پیدا کن، 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 همه عالم از کن پر می شود. یک بار کن فیکون و می شود. و یک امر، امر شامل و امر جامع، قانون هستی امر کن است. کن باش فیکون و می شود. وقتی که ما با یک امر سر و کار داریم و با یک هستی سر و کار داریم و با یک احد سر و کار داریم و با یک صمد سر و کار داریم، اون وقت امر در وحدت کلام باقی می ماند و هرگز تبدیل به امور یا امرها نمی شود و از این امر وحدت هستی کثرت ایجاد می شود و همه حسرت، کثرت هستی با همه عظمت و با همه کثرتی که در او هست موقوف و متحد و منجر و مختوم به یک نقطه کون هستند که با یک امر سر می کنند. به این لحاظ است که قرآن می گوید که وقتی که این ملائک، وقتی که فرشتگان این دستورات خدا، انرژی خدا، نیروی خدا، نیروی خلقت، نیرویی که در کون گذاشته شده، نیرویی که در کون گذاشته شده، او تنزل می کند، او نزول می کند، او مفهوم انسان می شود و انسان به حقیقت وجود، نه به چگونگی ایجاد وجود، بلکه به حقیقت وجود آشنا می شود. تنزل ملائکتو و روح بر اون شب فرشتگان فرو فرستاده می شوند و روح، ترجمه کردن جبرئیل، منظور روح الامین است، منظور جبرئیل است. من واقعا نمی دانم، من به قدری تأثر خاطر پیدا می کنم وقتی که با این دیوارها و با این مشکلات خانگی مواجه میشم. چنان غمی وجود من رو تسلط میکند و در بر میگیرد که ناگفته نیست. میگویند که این فرشتگان مأمورین خدا هستند و یکی از این فرشتگان هم اسمش روحه، ولی او هم فرشته است. و بعد گفتن که این همه روح الامین است، شدید القوا است، جبرئیل است. اون وقت ما باید سوال کنیم از این افراد که تکلیف ما با این کتابی که اگر شما نبودید ما معنی این کتاب رو نمی فهمیدیم و از خود قرآن چیزی فهمیده نمی شود مگر اینکه حضرت عالی تشریف بیاورید و بگویید که منظور از روح جبرئیل بوده است. اگر شما نبودید تکلیف ما با این قرآن و تکلیف اسلام با این دنیا و با این قرآن چه بود؟ روح همراه با فعل کون در این شب فرو می آیند. هم روح موجودیتش حس می شه، شناخته نمی شه، حس میشه و قابل تکذیب نمیشه، قابل رد کردن نمیشه. دانم که هست، ندانم که چون است. هستی روح ثابت میشه اما چگونگی روح هرگز برای ما آشکار نمیشه. در این شب نزول میکنند فرشتگان، نیروهای خلقت، نیروهایی که تقدیر می کنند قدر رو، قدر هر چیزی رو به او می دهند. هر قدری یک فرشته ای دارد، هر قدری یک عاملی دارد. اگر تعداد قدرها در عالم کائنات لا تحدث و لا توصاست، قابل شمارش نیست،
شما ببینید که در این کائناتی که میگویند در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر هستی یونیورس بزرگتر و بزرگتر میشه و میلیون ها میلیون ستاره و کهکشان و کیهان و آسمان و چه و اینها مرتب در حال ساخته شدن هستند و مرتب در حال خراب شدن هستند و مرتب در حال بزرگ شدن هستند. خب اینها هر کدامشون یک قدر دارند. یک الکترون یک قدر داره که با پروتون تفاوت میکنه. امروز علم فیزیک ثابت کرده که همه الکترون ها یکسان نیستند. یعنی یک الکترونی که در هیدروژن وجود داره یک تفاوت کوچک ریاضی داره با الکترونی که در اکسیژن وجود داره. هر کدام از ذرات هستی که یک قانون خاص خودشون دارند، یک فرشته‌ای هم به مفهوم فرشته اگر بخواهیم در بعد تمثیلی اشاره کنیم، در واقع تقدیر قدر می‌کند به این موجودی که با بقیه موجودات در تقدیر متفاوته. هر دو قدری که با هم مساوی نباشند، دو قانون گذار و دو نیروی مختلف و دو مقدر مختلف و دو تقدیر کننده مختلف و دو قدیر مختلف به اینها تقدیر کرده است و هر قدری که با مقدوری همراه است قادری در محافظت با اوست. در مورد ملائک و در مورد قدر و علت اینکه چند فرشته باید باشد و تعداد این فرشته ها به اندازه تعداد مقادیر باید باشد، در نشستی دیگر سخن بیشتر خواهیم گفت. و روح، این هستی از دو عامل ساخته شده، از غالب و از مغلوب، از جسم و از جان، از تن و از روح. اینها ضمن اینکه دیواری بینشون نیست، اما هیچ کدام هم به وسیله دیگری قابل شناسایی نیستند، اما وجود دارند. شناسایی نمیشوند، اما آثار اونها شناخته میشوند. تن ز جان و جان ز تن، مستور یعنی پوشیده نیست، لیک دید جان به تن دستور نیست. تن نمیتواند که جان رو ببیند، هم تن رو فرشته آورده هم جان رو فرشته آورده. ما هم دارای جسم هستیم هم دارای روح هستیم، هم روح ما رو خدا به ما داده و هم جسم ما رو خدا به ما داده. روح ما دارای توانی است و جسم ما دارای توانی است. در این موجود زنده که فقط در دهان من بیش از 7 میلیارد باکتری زندگی می کند و هر باکتری از چندین 100 هزار الکترون و پروتون ساخته شده و بقیه اندام رو شخص رو در نظر بگیرید که چند عنصر و عامل زنده در وجود یک انسان زندگی می کنه. اون وقت این اندازه ها رو در سطح کائنات تضارب و ضرب بکنید و ببینید که چه عددی به دست میاد. این تعداد قدرهایی است که در کائنات وجود داره. هیچ کدام از ذراتی که خلق شدن یک سر مو نمیتوانند که از حدود تقدیری که مقدور اونها شده پای بیرون بگذارند. هستی با همه عظمت و تنوع و تکثری که داره مجبور و مقید و مأمور هست که در طبق قوانینی زندگی کند که قدر بر اونها حاکم است و مقدار هر کدام رو معین کرده و این از یک حکم واحد برمی آید. کون، باش، کن به کونیت اشاره می کند، به بودن اشاره می کند و یک فرمان و یک امر واحد بیشتر نیست. هم ساختن ظرف
و هم ساختن مظروف، هم ساختن تن و هم ساختن جان. در یکی از گفتگوهایی که در شبکه دیگری داشتیم، دوست پزشک ما می گفت که وقتی شما یک یاخته، یک سلول رو سرما و گرمای آنی بهش میدید، یک سلول تک سلولی رو، این چند مرتبه که شما یک مرتبه داغ میکنید، یک مرتبه سرد میکنید محیط رو، کم کم یاد میگیره دفعه دیگه بعد از اینکه شما اون رو سرما دادید، منتظر ورود گرماست و خودش رو جمع میکنه. یعنی این سلول دارای خاطره است، دارای یاد هست، دارای محفوظه است، دارای حافظه است، فکر میکنه، عمل و عکس العمل نشان میده، یک سلول واحد، و این نشان میده که غیر از جسم و غیر از ماده که اون هم تابع تقدیره، یک عامل دیگری در هستی وجود داره که گاه به عنوان خاصیت، ماهیت، غریزه، جان، صفت، روح و انواع و اقسام عناوین دیگری از او یاد برده کرده میشه که اینها هیچ کدام برای ما شناخته شده نیست. اما ما عادت و طبیعت و روش رفتاری هستی رو از خود هستی باید جدا کنیم. زندگی یک سنگ با ترکیباتی که سنگ رو تشکیل میده با هم دو موضوع مختلف هستند. این که اجزاء هستی چطور رفتار میکنند و چطور هنجار میکنند و چطور عمل و عکس العمل انجام میدهند با اینکه چطور تشکیل شدهاند دو موضوع کاملا مختلف است. شما به یک سلول نطفه انسانی نگاه بکنید که از زن و مرد ساخته میشه و این نطفه کوچک و غیر قابل رویت دارای چنان حافظه ایست که این بدن و این اندام و این کارخانه پیچیده رو بنا میکنه، هم در تکثیر و هم در تولید. هم خودش تکثیر میشه این نطفه و هم برنامه کاری داره که وقتی شروع میکنه میداند که کجا ماهیچه بسازد، کجا گوشت بسازد، کجا استخوان بسازد، کجا کارتریج بسازد، کجا موی سر بسازد، کجا چشم بسازد، کجا موژه بسازد و بقیه داستانها. اینها رو اون نطفه کوچک غیر قابل رؤیت در محفوظه خودش داره. این تصور هست که آیا این محفوظه در درون این نطفه است و جنس اون محفوظه چیست؟ چطور می شود اون محفوظه رو پیدا کرد؟ آیا با تجزیه کردن ماده و رسیدن به اتم و الکترون و پروتون و اون بارهای الکتریکی ما می توانیم که این خاصیت و این حافظه و این توان رو در ماده پیدا بکنیم، یا این توان و امکان و غریزه و خاصیت و ماهیت و هویت و روح و صفت امر دیگری است که هنوز ما نسبت به اون آگاهی و اطلاع نداریم که چطور یک مقداری پروتئین دارای این شعور و معرفت میشه که این ساختمان بدن انسان رو بسازه. این اطلاعات و معلومات در کجاست؟ قرآن دو قسمت میکند هستی رو، از نظر آفرینش و از نظر وقوع و از نظر حدوث. تنزل ملائکتو، فرو فرستاده میشوند ملائکه، فرشتگان و روح. به دو عامل اشاره می کند صرف نظر از تعداد، با دو مأموریت مختلف که در کنار هم حرکت می کنند و این در حجاب شب، در پرده اسرار شب واقع می شود. نزول می کنند فرشتگان و روح فیها، در اون شب. شب و روز در عربی، جمادات هم در زبان عربی مؤنث و مذکر دارند، نر و ماده دارند. شب ماده است در صرف و نحو عربی.
فرو فرستاده می شوند فرشتگان و روح در آن شب. چطور فرو فرستاده می شوند؟ خودشون سر خود فرو می آیند؟ نه، به اذن رب بهم. یعنی اینها با اجازه، با برنامه، با پلن، با تقدیر، با اون امر واحدی که هستی رو به وجود میاره، هم بخش جسمانی هستی رو هم بخش جانی هستی رو که ما روح و صفات و غرایز و خواص رو هم و ماهیات رو هم همه رو در قالب جان قرار میدیم. مراحل بالای جان که به روح میرسه، مراحل پایین جان که به صفت جمادی میرسه، ولی همه اینها صفات و خصوصیاتی هستند که بر ماده تحمیل میشه و در واقع فرمانی است که حرکت ماده رو کنترل میکنه و مهاری است بر چگونگی عمل کرد و هنجار ماده. این دو عامل فرو فرستاده میشوند که یک عامل رو مفرد خطاب میکنه، روح خطاب میکنه، که یک امر مشترک و همشکل است و غیر قابل تجزیه، و در جای دیگه به فرشتگانی اشاره می کند که با خروارها میلیاردها میلیارد قانون قدر که از یک قدر واحد ناشی می شود فرو می آیند، نزول می کنند به مفهومی که نزول رو معنا کردیم. در کجا فرو می آیند؟ در اون پرده اسرار، در اون تاریکی که همه این فعل و انفعالات، آفرینش این هستی در اونجا انجام می شود. یا همونطور که گفتم به قول حافظ که می گوید دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند. ملائکه، فرشتگان آمدند در کارخانه رو زدند. کارخانه همین لیلة القدر، در همین پرده اسرار، در این کارخانه ای که دور دو دورش بسته است، در اینجا رو زدند، وارد شدند در این پرده اسرار و در این حجاب تاریکی و خاک آدم رو که همراهشون آورده بودند، خاک هستی رو، خاکی که با اون جهان هستی ساخته میشه، این خاک رو با روح و با جان به هم آمیختند و این هستی رو ساختند. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. در این شب روح و فرشتگان فرو می آیند به اذن ربشان، با اجازه و با فرمان و با دستور تقدیر و با امر کون، کن با اون امر در دستشان. به چه منظور؟ من کل امر، برای انجام کل در ارتباط با امر، یک امر، امر واحد در ایجاد کثرت، در ایجاد هستی، در ترکیب روح و جسم و جان و تن، در ایجاد آفرینش، در ایجاد کائنات. من کل امر، این در کجا انجام میشه؟ در استتار و تاریکی شب. صبح میشه، طلوع میکنه خورشید حقیقت وجود انسان، دریافت میکنه این نزول رو، در وجود خودش دریافت میکنه. وقتی چشمش رو باز میکنه و هستی که ساخته شده، معمار هستی رو ساخته، آثار هستی رو میبینه، علم به اسماء پیدا میکنه، سلامون هیا، سلام بر تو باد، سلام است.
حتی مطلع الفجر، تا اینکه دمیدن سپید دم روشنایی و در واقع علم انسان به حقیقت، به بیان ساده تر شب قدر، شبی است که انسان حقیقت هستی رو به چشم میبینه و از ورای ماده و از ورای ماهیت و از ورای خاصیت به حقیقت، حقیقت چیزها خداست. به بیان دیگر شب قدر شبی است که انسان به لقای خدا میرسد و با کارخانه خدا آشنا میشود و در واقع علم کل اسماء از بعد استعداد او و از بعد مظروف او به ظرف او سرایت می کند و در واقع اشاره قرآن به ملاقات با حق، اشاره به شناخت امر قل و کل در قرآن است. اونچرا که ما در قرآن می بینیم به حکم خود قرآن خداست، خدایی که هم ظاهر است، هم باطن است، هم آغاز است و هم پایان است و خدا هرگز غایب نمی شود. شب قدر شبی است که باز هم تکرار می کنم، بدون آن که ما نحوه آفرینش را بیاموزیم، آثار آموزش را، آثار خلقت را می آموزیم و با آثار خلقت آشنا می شویم و اسم کل اسم، علم کل اسماء رو در واقع مورد تعلیم و تعلم قرار می دهیم و در وجود خودمون به این علم آشنا می شویم و با حقیقت وجود خود و حقیقت هستی معرفت پیدا می کنیم و دوستی برقرار می کنیم. انسان جز از طریق تقوا و جز از طریق عبادت نمیتواند به شب قدر برسد. ضمناً به عنوان جمله مقدماتی برای برنامه آینده، من هیچ نشانه‌ای در شب قدر در اشاره به نزول قرآن ندیدم و اینکه گفته شده است در قرآن که قرآن در ماه رمضان نازل شده است، اون رو دیدم، اما در هیچ کجای قرآن من ندیدم که شب قدر در ماه رمضان باشد یا قرآن در شب قدر نازل شده باشد و مخالفتی هم با این امر ندارم انشاءالله که اینطور شده باشد، اما در این مورد هم در برنامه های دیگر بسیار سخن خواهیم گفت. ماه مبارک رمضان بر فرد فرد شما مبارکتر از همیشه باد. در همه امور موفق و پیروز باشید. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. ایام خوش و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.